سلام. سلام آقای پویا. وقت دارین امروز همدیگه رو ببینیم؟ اگه راجع به طراحی وبسایتی که هنوز از تو دادی که زدم راضی نیستم. این روزا خیلی خوب نیستم. مغزم کار نمیکنه. منم این روزا حال خوبی ندارم. گفتم شاید بد نباشه شما طراحی‌ها رو برداریم بیارین اینجا با هم دیگه بشینیم. نظر بدیم شاید درست شد. باشه اسم میام شرکت. نه شرکت نه. این روزا تنها جایی که دلم نمیخواد باشم اینجاست. تصویرهای قدیمی رو دوست داریم؟ خیلی چیزها رو برام زنده میکنم. به نظرم شما بیش از حد تو گذشته زندگی میکنیم. خیلی چیزامو تو گذشتم جا گذاشتم. کجا میریم؟ نمیدونم، هر جا، به جز کار، به جز شرکت، به جز دنیا. اصلا بهتون نمیاد این حرفا. چرا؟ نمیدونم، شاید چون یه ذره سخت آدم تصور کنه که کسی مثل شما ممکنه شکست بخوره، کم بیاره یا اصلا گریه کنه. بدبختی مرد بودن همینه دیگه. همه ازت توقع دارن وایسی، غم نشی، نشکنی، یعنی هیچ حقی برات قائل نیستن. یه قانونه، هیچ کارش هم نمیشه کرد. قانونیه که مادرتون وضع کرده بعد از فوت پدرتون؟ ببخشید فکر کنم ناراحتتون کردم. نه. قشنگ اینجا. سلام. خیلی خوش اومدین. ممنون. چه خبر؟ ببخش مریم. خواهش میکنم. آه نه، منظورم ایشون هم مریم خانم هستن. آه خوش وقتم. مریم شما تا اطلاع ثانوی شکی باشید. مریم میزخالی داری؟ برای شما حتما. مرسی. میزه کنار کانتر خوبه؟ آره مریم خانم خوبه. اگه با من این بله. بفهم، خواهش میکنم. خوش آمدید. مرسی. مریم؟ بله. مامان هستن؟ بله، میرسن خدمتتون. جای خوبیه. همیشه میاد اینجا. هر وقت دلم برای خونه تنگ میشه میام اینجا. اینجا این خونه است. غذای خونگی میده، یه خانواده میچرخونتش. مامان و دو تا بچه‌ش. دختر و پسر. طبقه بالام زندگی میکنه. شلوغ هم است. آره باید میز رزرو کنی. اما شما که رزرو نکردین امروز. آه شما همه نیستی. محمد رضا. سلام سرور. سلام. چه عجب. سلام. خیلی خوش اومدین. خیلی خوشحالم کردی. نمیخوای خانم خوشگل رو به من معرفی کنی؟ محمد رضا با هر کسی نمیاد و حتما خاطرت براش خیلی عزیزه. خیلی خوشحالم که این طلسم بالاخره شکسته شد و این بار تنها نیومدی. سرور. چیه؟ دیدی بالاخره پیش بینیم درست از آب در اومد؟ هر چقدرم که عاقل باشی یا دل کار خودشو میکنه. سرور بابا از تو مهلت نمیدی، ما همکاریم. خب از همکاری شروع میشه، بعد میرسه به همراهی، همپایی، همدلی و همسری. خب همدستی رو از قلم انداختی.
از گونه های گل انداختت معلومه کدومشونه. حالا چی میخوری؟ بده ببینم چی میتونی بخوری. بفرمایی سبکو ببینم، اصلا منو نمیخواد. ایشون باید طعم غذای مخصوص منو بچشه. مخلفاتش هم با خودم، چطوره؟ خوبه مرسی. خیلی خوب. تو غذا آماده بشه من تنها تو میذارم فعلا. سرور دختر دایمه، هر کی برای اولین بار میبینتش میگه انگار من سالیان سال میشناسمش. بله همینطوره، انگار که شما رو خیلی دوست دارم. خیلی خب. میشه خواهش کنم امروز کار رو تعطیل کنی؟ نمیخواید اتودامو ببینی؟ امروز نه. ناراحت شدی؟ نه. این آهنگ مورد علاقه منه. بذار حالا که آهنگ مورد علاقه من پخش شد برات یه داستان بخونم. حوصله داستان گوش کردن داری؟ آره. نامه داستایفسکی به برادرش وقتی که حکم اعدامش لغو میشه، قرار بود تیربارونش کنه. از زندان پیتروپول 22 دسامبر 1849 به میخائیل میخائیلوویچ داستایفسکی. برادرم، دوست عزیزم، همه چیز تمام شد. محکوم شدم به 4 سال کار اجباری در زندان. بازم رفته بودی کافه همیشگی؟ ولی من هر شب میرم ساعت 10 شب وقتی که خاموشی میدن، از بین میله ها رد میشم و از اینجا میزنم بیرون. میام سر خیابون شرکت دنباله، ولی تو طبق معمول 5 دقیقه زودتر اونجایی. با همون نگاه طلبکار همیشه گی. بعدش دستتو میگیرم و با هم میریم. میریم همه ی امید من است، همه ی آنچه تسلی هم میدهد. خیلی عجیب بود. منم دوست دارم تا یه قدمی مرگ برم و برگرد. چرا؟ آدم وقتی تا یه قدمی مرگ میره و دوباره برمیگرده به زندگی، یه جور دیگه ای زندگی میکنه. با قلب و گوشت و خونش زندگی میکنه. خب چرا الان اینجوری زندگی نمیکنید؟ با قلب و گوشت و خونتون؟ نمیشه. آدم تا یه چیزی رو از دست نده نمیتونه واقعا به دستش بیاره. من قبول ندارم، چون اینجوری باید دوبار زندگی کنید. منم واسه همین میگم دوست دارم تا یه قدمی مرگ برم و برگردم. ببین من زندگیمو دوست دارم، اما یه چیزایی هست که نمیذارن من زندگی کنم. چه چیزایی؟ گفتنی نیست، ولی دوست دارم خیلی زود تموم شه تا من دوباره برگردم به زندگی. به زندگی دومم. چی تموم بشه؟ این سفر طولانی به کجا؟ به اعماق تاریکی. چه شاعرانه؟ اتفاقا اصلا شاعرانه نیست، واقعی و تلخ و بی‌رحم.
سلام. سلام. خیلی خوش اومدین. ایشون آقا مسعودن، پسر سرور. بفرمایید. اینم دوست خیلی ممنون. مخصوص شما. به به به. وای وای. میرزا قاسمی با بادمجون کبابی سفارشی درستش کردم. خیلی ممنون سرور. امیدوارم که دوست داشته باشید. خیلی خوشمزه است. راست میگه. خیلی خوشمزه. اصلا این خانواده خانواده خوشمزه‌ایان. مسعود بابونه است. مریم آویشنه، سرور چیه؟ سیر. چرا سیر؟ چون خوشمزه نیست اما مقویه. خیلی ممنون. خیلی ممنون. شروع کن. واقعا لطف کردی، خیلی زحمت کشیدی. سرور مثل همیشه دستپختت حرف نداشت. نوشه جان، امیدوارم بازم بیای اینجا عزیزم، البته با محمد رضا. اجازه میدی روی ما تو ببوسم؟ محمد رضا خیلی آدم خوبیه، از من میشنوی بهش اعتماد کن. ما داشتن این جای قشنگم مدیون محمد رضاییمون خیلی خوش. سرور چی داری در گوشش میگی؟ چی حرفای زنونه. خدافظ. خدافظ. ممنونم ازتون، خیلی خوش گذشت. خواهش میکنم، فقط امیدوارم حرفای سرور بهت بر نخورده باشه، چیز تو دلش نیست. نه خیلی ممنون، من همین کنار پیاده میشم. بذار میرسونمت. نه ممنونم، خودم میرم. خیلی خوب. واقعا شما همه داستانای داستایوفسکی خوندین؟ چطور؟ اینم بهم نمیاد؟ نه. به شما هم نمیاد اینقدر تعارفی باشی؟ نیستم. بس چرا نمیذارین برسونمتون؟ من خیلی از سالهای بچگیم و تا جوونیم تو محله‌های خیلی پایین‌تر از محله شما زندگی کردم. سخت بود. ولی بهش افتخار میکنم. خیلی بیشتر از الان. هنوزم دوست دارین برگردین تو محله‌ها زندگی کنین؟ نه، چون میدونم خیلی از خاطرات تلخم هنوز اونجا باقی موندن، زنده و حاضر. بیا بیا، خواهش میکنم، میرسونمت. رئیس جون، میخواستم اگه اجازه بدی من یه نیم ساعت این حامد و حبیبی رو ببینم. هماهنگ میکنم تو اتاق بازجویی ببینیش. دستت درد نکنه. سلام. سلام. چرا کپ کردی؟ بشین رفیقت هنوز نفس میکشه. من این کتاب دارم مینویسم مهندس، به اسم زبان بدن، تجربیات خودم، عتیقه ای میشه. هنو میخوای بگی نمیشناسیش؟ چرا من میشناسم؟ آفرین، زبان بدنت هم همینه. بود من نمیفهمم شما چی میگی. این آدم با بهزاد جمشیدی چه سنمی داشت؟ من نمیدونم، فقط میدونم یه سری آدم بهزاد واسطه کرده بودن که منو راضی کنه تر رو به اونو بفروشم. باز چی؟ برای که این تر تو کارخونه تا بهش اجرایی نشه. این اونایی که میگی کیان؟ من نمیدونم. مطمئنی؟ ببین، یه دسته که بخوان کارخونه رو زمین بزنن، یا واسه خاطر پول کلون، یا واسه غرض شخصی که با تابش دارن، یا هر دو. یه باندن که کارشون هم خیلی خوب بلدن. حالا فرض میکنیم که خصومت شخصی دارن با تابش، چیکار میکنن؟ سعی میکنن به خانوادش هم ضربه بزنن، مثلا بدون اینکه بفهمه با دخترش ازدواج کنن. من دیگه نمیخوام یه کلمه از حرفای شما رو بشنوم.
بشین. زبان و بدنت الان میگه که یه مش دوست داری بزنی تو فک من. تا خود شما داری به آدم توهین میکنی. زن من خودش خواسته که ازدواجمون پنهون بمونه. چرا باید انقدر پنهون کاری کنی که باباش سکته کنه؟ من نمیدونم. چطور نمیدونی؟ نمیدونم. چطور باید شوهر پنهانیش باشه همون مهندس تازه وارد کارخونه که با یه فرمول دستکاری شده کارخونه رو بکشونه لبه پرتگاه؟ نمیدونم. من میدونم. فریبا تا بهش میتونسته یه کاری کنه که منصور و دار و دستش بشن سهامدار کارخونه و باباشو تحت فشار بذاره. اطلاعات مالی کارخونه رو که از طریق خواهر شبنم مدیر مالی کارخونه راحت به دست میاره. حالا سر بزنگا وقتی که کارخونه داره میفته تو بحران، سرکله یه مهندس تازه وارد با یه فرمول معیوب پیدا میشه، آخرین ضربه رو به تابش میزنه. یه قربانی لازمه؟ بله، مهندس بهزاد جمشیدی. از قضا این مهندس تازه وارد شوهر پنهانی خانم فریبا تابش هم هست. مزخرفه، دروغه، تهمته. نیست. فریبا تابش زخم خورده است از پدرش، پدری که ممکنه از ارث محرومش کنه. صحبت میلیاردها میلیارد ارث در میونه. پسر این وسط داره تورم قربانی میکنه. چه وعده‌ای بهت داده؟ ها؟ چه وعده‌ای داده؟ گفته پای اعدام رضایت خانواده مقتول رو برات میگیره با پول؟ ها؟ زن من بیگناهه. از کجا اینقدر مطمئنی؟ قلبم بهم میگه. در فصل سوم کتاب زبان بدن میگه که قلب آدم نسبت به سایر اعضا از همه کمتر دروغ میگه، اما تو همون فصل دو تا پاراگراف پایین‌تر میگه که قلبم ممکنه با آدم دروغ بگه. من فکر میکردم شما حرفای منو باور کردین. باور کردم، ولی باز مطمئن بشم که آلت دست نشدی. آلت دست کی؟ ببینید جناب سرنگ، آقای تهرانی، اگه شما مطمئنی که من بیگناهم، باید با قاضی صحبت کنی به من آزادی مشروط بده. من دارم اینجا میپوسم. بیرون رفتن تو اینجا دو تا دلیل داره. یک، یا اینکه من بیارزم میخوای بری بیرون خودت بیفتی دنبال کارات. دو، میخواد برگردی پیش زنت، دلت براش تنگ شده، ببریش همون کافی شاپی که همیشه میرفتی. نه آقا، هیچ کنم از اینه که شما میگی نیست. من این مدتی که تو زندان بودم یه راه حلی پیدا کردم که میشه این قطعاتی که برگشت خورده رو با قیمت خیلی پایین با یه فرمول تازه دوباره بازتولید کرد. عجب. خب بگو مهندسی دیگه این کارو بکنم. گفتم، ولی من خودم باید بالا سر کار باشم که موقع بازتولید مقاومت قطعه رو آزمایش کنم. آفرین، بارکلا. در فصل دوم کتاب زبان بدن میگه که گاهی اوقات متهم انقدر خوب احساساتی میشه که علاوه بر خودش بازجوش هم میتونه گول بزنه. شوخی کردم، به دل نگیر. البته تو همون فصل میگه که 90% شوخی ها جدیه. باشه، خیلی خب، من با بازپرس صحبت میکنم، اگه شد به قید وثیقه بیای بیرون. جدا؟ خیلی البته امیدوار نباش که بتونی زنتو ببینی. ممکنه تو بری بیرون، زنت جای تو بیاد تو. جناب سرنگ، هنوز خیلی مونده سر از کتاب من در بیاری جوان. اگه بخوام رو راست باشم، باید بگم یکم ترسناک. من همه تلاشمو کردم، نمیگم موفق بودم، اما سعیمو کردم. خلاصه شرایطی برام به وجود اومده که توضیحش سخته. آینده من و اون کارخونه واقعا نامعلومه.
فقط ازت میخوام تحت هیچ شرایطی دخترمو تنها نذاری. یک کلام بهت بگم، من همه زندگیمو پیش تو امانت میذارم. هوای زندگی منو داشته باش. سلام. سلام بابا. سلام. بی خبر مهمون دعوت کردین؟ عادی که مهمون نیست، از خودمونه. نه دیگه، من با عزتون حرف زحمت میکنم. کجا؟ من امشب یکم بیحالم. شبنم قرار شام درست کنه، از اون سوپای درجه یکش. باید تمرین کنه برای آینده، نه؟ من دیگه بیشتر از این مزاحمتون نمیشم. اصرار نکنیم بابا، شاید ایشون سوپ دوست ندارن. من؟ نه، من اتفاقا خیلی سوپ دوست دارم. پس احتمالا دارن تعارف میکنن. از من میشنوی زور نزن، حریفش نمیشی. جواب ندی سنگین تری. بله بفرمایید. حامد سلام، چیزی شده؟ نه چیزی نشده، ممکنه آزادم کنن. آزادم کنن، آزاد. کی؟ پرسیدم کی؟ با ماست بخورین، یکم تند شد. یکم؟ بیچاره بچه مردم سوخت. من اندازه همیشه فلفل ریختم، فقط فکر کنم فلفلش تندتر بود. نه من کلم غذای تند عادت ندارم. میخوام یه خواهش ازتون بکنم، نه نگید. نترسین، چیز سختی نیست. میخوام بگم که پس فردا شب یه مجلس عقد جمع و جور بگیریم که با هم محرم شید. پس فردا؟ خب آره، اشکالی داره مگه؟ به نظر من که خیلی هم خوبه. اصلا هم خوب نیست، من اصلا آمادگیشو ندارم. من فردا رو بهت مهلت دادم که آماده شی دیگه. یکم مهلتتون زیاد نیست؟ من کلی کار دارم بابا. مثلا؟ تمیز کردن خونه، سفارش شام، دعوت کردن مهمونا، خرید حلقه نامزدی. از همه مهمتر لباسم، شما که نمیخواییم با لباس کارم بیام تو مراسم. بابا یه جشن خودمونیه که قرار محرمیت بخونید و بتونید نامزدیتون رو اعلام کنید، همین؟ بله، من برای همین مجلس کوچیک خودمونی کلی نقشه داشتم. شما نقشتو به کشخانو مهندس، عملیگیش هم بسپر به من و این جوون. بعد میگم اصلا. Thank you.
کامتو کی شیرین کرده که صبح کله سحری از خواب نازت زدی پا شد اومد اینجا آسمون ریسمون میبافی که تنو سر نخ این پرونده رو آزادش کنم؟ آسمون ریسمون کدومه؟ زندانی نگه داشتن حامد حبیبی هیچ گره ای از این پرونده وا نمیکنه. آه اون وقت آزاد کردنش میکنه؟ ببین انگیزه حبیبی از قتل بهزاد جمشیدی و زمین زدن کارخونه انقدر سوراخ سنبه داره که تا اگه اینو موقت آزادش کنی بیاد بیرون یه چرخی بزنه، تجربه من میگه میرسیم به سرنخ اصلی که آدم افخته. ببین آزاد کردن مجرمی که جرمش محرزه و کلی شاهد و سند و مدرک داره مسئولیتش اونقدر سنگینه که تو به بهانه تجربت هم نمیتونی منو بندازی تو این دام. بابا تو چقدر سفتی، قبلا که اینقدر ترسو نبودی. چی تو سرت تهرانی؟ اعتماد کن. کیه؟ یعنی شما اون پولو دادی؟ چرا همون موقع بهم نگفتی؟ نمیدونستم کار درستی کردم یا نه، فقط میدونستم که این کارو به خاطر تو کردم. گفتنش برام خیلی سخت بود، ولی آخه من چاره دیگه ای نداشتم. ببینید بابا، تو دنیایی که من توش زندگی میکنم این که یه نفر بگه مکاشفه کردم، به هم الهام شده، خواب دیدم، هیچ اعتباری نداره. من هیچ کدوم اینا رو نگفتم، من فقط گفتم دلم با این پسره صاف نیست، همین. خب این حرف یعنی چی؟ بله بله، آدمای هم نسل شما همشون دلیان، برای هر تصمیمی به دلشون رجوع میکنن، اما آدمای هم نسل من اینطوری نیستن. من فقط و فقط چیزی رو باور میکنم که منطقم میپذیره و عقلم راجبش حکم میکنه. آخه تو از زندگی چی میدونی دختر؟ ها؟ نمیدونستم حرفمو چطور باید بهت بزنم، به تویی که برای هر حرفی دلیل و منطق محکمی میخواستی. حرف زدن با تو فایده ای نداشت، میدونستم که نمیتونم منصرفت کنم، پس افتادم دنبال یه دلیل منطقی برای قانع کردن تو. شروع کردم به تحقیق درباره امیر، اما ظاهراً امیر استاد پنهانکاری بود، فکر همه جاشو کرده بود. به همین خاطر من هیچ دلیل محکمی برای ادعای دلم پیدا نکردم. الان وضع مالیمون خیلی خراب شده، یعنی پول داشتیم ولی همش وقتی اومده پیشم دلم لرزید. میدونستم گفتن اون حرفا به من برات خیلی سخته. بابا من از دست امیر خیلی عصبانی بودم که تو رو به یه همچین کاری واداشته. این حرفایی هم که الان زدم گله و شکایت نیست، درد دل پدر دختریه دیگه. این پولی رو هم که گفتم قرض میخوام، تو اولین فرصت بهتون پس میدم. دلم دست و بالم بسته است، نمیتونم بهت کمک کنم.
مطمئن بودم اگه تو این موقعیت به تو و امیر کمک کنم، نه خودم نه تو نمیتونستیم شناخت درستی از امیر پیدا کنیم. برای همین راه سخت رو انتخاب کردم. اون روزا بد جوری با خودم میجنگیدم. چند بار تصمیم گرفتم بیام در خونه تو پولی رو که میخواستی بهت بدم، اما هر بار یه اتفاقی مانع شد تا اینکه بالاخره فهمیدم امیر رو گرفتن. الو، سلام عرض میکنم. ببخشید، من جلال تابش هستم. غرض از مزاحمت این بود که میخواستم ازتون خواهش کنم اگه ممکنه یه پولی رو به عنوان وام به دختر من فریبا بدین، ضمانتش و پرداخت اقساطشم با خودم. فقط میخواستم خواهش کنم که نفهمه من با شما تماس گرفتم. میدونستم تو این وضع دیگه امکان نداره کمکم رو قبول کنی. این بود که تصمیم گرفتم از یه راه دیگه کمکت کنم. بابا چرا این کارو کرد؟ از کارم پشیمون شده بودم. احساس میکردم بهت ظلم کردم. میخواستم هر طور شده جبران کنم. کی از امیر شکایت کردی؟ همون روزی که از زندان آزاد شد. من اون روز رفتم کلانتری تا ببینم طلبکارای امیر کیا هستن. دلم نمیخواست تو باهاشون مواجه بشی. پرونده شکایت از ایشون بسته شده. یعنی چی؟ یعنی اینکه شاکی ها اومدن رضایت دادن. کسی به ایشون پول داده یا چکاشون باز شده؟ ببخشید جناب سروان، شخصی به اسم امیر صامت اینجا پرونده داره؟ چه خبرتون خانم؟ من شنیدم امیر صامت اینجاست، درسته؟ همین امروز آزاد شد. چرا آزادش کردی؟ الان چجوری میتونم پیداش کنم؟ خانم یه مقدار آروم باشین. مشکلتون با امیر صامت چیه؟ از ما کلاهبرداری کرده جناب سروان، آبروی دخترمو برده. به چه عنوانی؟ یه سال پیش دخترم تو آموزشگاهی که اون بی همه چیز مدیرش بود ثبت نام کرد. من و باباش اصلا به ذهنمون خطور نمی کرد که مدیر یه مدرسه هنری همچین آدمی باشه. با دخترم طرح دوستی ریخت، بهش گفته بود کار اونو دو سه تا از بچهای کلاس اونقدر خوبه که ممکنه اونا رو ببره توی جشنواره که نمیدونم چیه. بعدش هم از دخترم خواستگاری کرد. اون پسر خیلی خوبی به نظر می رسید، اصلا بهش نمی اومد همچین آدمی باشه. 80 میلیون تومان از من پول گرفت که من و دخترم ببره توی جشنواره تو کانادا. شما گفتین با امیر صامت چه نسبتی دارین؟ والا جبتر با من پدر زنشم. اون چیزایی که میشنیدم و نمیتونستم باور کنم. دنیا رو سرم آوار شد. چند ساعت بعد فهمیدم امیر از کشور خارج شده. اون روز ساعت‌ها تو خیابون پرسه زدم. نمیدونستم کجا باید برم، چی کار باید بکنم، از کی باید شکایت کنم. وقتی رفتم خونه فهمیدم موضوع رفتن امیر رو به شبنم گفتی، اما از دلیل واقعیش بیخبری. نمیدونستم این جریانو چجوری باید بهت بگم. اصلا باید بگم یا نگم؟ بالاخره یاد کسی افتادم که میتونست بهم کمک کنه. خانم دکتر گفتم بفهمید داخل. خیلی ممنون. فکر میکنم که حدود 6 سال پیش بود که همسرم با دخترم اومدن پیش شما. البته اون موقع دخترم افسرده بود چون تو کنکور قبول نشده بود. اینطور که تو پرونده ثبت شده علت افسردگی دخترتون مسئله قبول نشدنش تو کنکور نبوده. دلیل دیگه ای داشته که همونم علت قبول نشدنش بود. چه علتی؟ نمیفهمم شما چرا الان اومدین دنبال گذشته دخترتون. همه ماجرا رو برای دکتر تعریف کردم.
با این اصاف من صلاح نمیدونم که چیزی در مورد خیانت شوهرش و کلاهبرداریش بهش بگین. چرا؟ برای اینکه افسردگی و بیماری دخترتون برمیگرده به عدم اعتمادش. عدم اعتماد؟ بله. دختر شما تو دوران دبیرستانش به یکی از دوستاش اعتماد میکنه، اما متاسفانه با خیانتون روبرو میشه. من به عنوان یه پزشک نمیتونم تمام مسائل دخترتون رو بازگو کنم، ولی از همون روز داریم سعی میکنیم که اون اعتمادی رو که از دست داده برگردونه. فقط ازتون خواهش میکنم هیچی در مورد خیانت شوهرش و کلاهبرداریش بهش نگین. مدام از خودم میپرسیدم چرا؟ چرا حرفی به من نزدین؟ یعنی من اینقدر درگیر کارم بودم که هیچی نفهمیدم؟ تصمیم گرفتم خودم رو مجازات کنم، چون من مستحق مجازات بودم نه تو. تصمیم گرفتم این راز رو پیش خودم نگه دارم و تو رو از آسیبش حفظ کنم، حتی به قیمت اینکه ازم متنفر شی. شما این تصمیم رو برای خودتون گرفتید، پس من چی؟ هیچ وقت دلتون برام تنگ نشد که بیام برگردم خونه، بیام پیشتون؟ هر روز دلم میخواست بیام و همه چیزو بهت بگم، اما نشد، نمیشد. آخه چرا؟ نمیدونم، میترسیدم. با خودم میگفتم شاید به خاطر خودم، نه به خاطر تو. بعضی روزا میومدم دم شرکتت، میدیدم رو پای خودت وایستادی، بهت افتخار میکردم، اما میترسیدم همه چیزو خراب کنم. فریبا، میخوام باهات حرف بزنم دخترم. شما حرفتون خیلی وقت پیش بهم زدین، دیگه حرفی نمونده. چرا؟ یه چیزایی هست که بهت نگفتم. برام مهم نیست، من گذشتم و دفن کردم، الانم نمیخوام نبش قبر کنم، نمیخوام برگردم به گذشته ها. من شبنم مارم دفن کردی. شبنم گذشته نیست، همه ی زندگیمه. من چی؟ شما خودتون خواستین از زندگی من بریم بیرون، خودتون خواستین فراموش کنم که پدری دارم. منم فراموش کردم برای همیشه. دخترم، من میخواستم بهت کمک کنم. بذار واقعیت رو بهت بگم. کدوم واقعیت؟ این که همون موقعی که بهم گفتین پول ندارین، چند تا دستگاه برای کارخونتون خریدین، اونم با قیمتای نجومی؟ شما میخواستین شکست و از پا افتادن من و اثبات حرف خودتون رو ببینین که دیدین. حالا دیگه لطفا منو به حال خودم بذارین. بابا من اون روز
میدونم میدونم بابا، دیگه اون روزای سخت گذشته، هم برای من هم برای تو. دیگه نباید به گذشته فکر کنیم. گذشته ای که ما رو از هم جدا کرد. اگه صبر کنی به وقتش میبرمت پیش صاحب مجسمه. به عنوان مشتری فقط یه سوال ازت دارم، چی پشت اون عتیقه است که چشات مثل عقاب دنبالشه؟ ها اگه تابش همه چی رو منکر بشه که مسلما میشه، چجوری میخوای ادعاتو ثابت کنی؟ خوب گوش کن دکتر، احدی نباید از این ماجرا بویی ببره. میتونی خونشو گردن بگیری آقای دکتر، ارواح خبیثه ریختن شب اینجا کشتنش، خونش پای شما. پشت سر نگاه کن، گم شدم اینجا، بازم به بیراه کشیدم راه دنیامو. هر بار سمت آدمو دستامو وا کردم، این بار میگیرن به سمت قبله دستامو. گاهی به پشت سر نگاه کن، بغضمو بشکن، من دل بریدم از همه سمت تو رو کردم، از عمق جونم دستم و سمت تو میگیرم، دستامو محکم تر بگیر، من بی تو میمیرم. فکر می کردم به من پشت کردی، اما تو از من به احساسات من نزدیکتر هستی. من بد شدم، چشمامو بستم رو تو، اما تو با خوبیات روی بدی ها چشماتو بستی. ای تو قرار بیقراری های احساسم، با تو چه ترسی از غم و دلشوره ها دارم. وقتی که دستامو به سمت قبله میگیرم، از تو نمیشه لحظه ای چشمامو بردارم.